همونطور که میدونید روحانی به دو کشور سوئیس و اتریش سفر کرده و سفر خارجی روحانی معمولاً بیهودگردی و بیحاصلیه و به نظر میرسه سفر اخیر روحانی بیش از قبلی ها وبال گردن او شده، چرا که هم در داخل کشور و هم ناظران خارجی بر شکست اون گواهی میدن. گوشه از اون رو میبینیم و میشنویم. رادیو آلمان در تحلیلی که روز 12 تیر از سفر روحانی به سوئیس و اتریش پخش کرد به نقل از ناظران خارجی گفت روحانی با دست خالی سوئیس را ترک خواهد کرد. به اعتقاد فیلیپ ولتی، سفیر سابق سوئیس در ایران، انتظار بیشتری از این سفر نمی رود. با دیدار روحانی از سوئیس در واقعیت دنیای سیاست تغییر چندانی ایجاد نمی شود. سفیر سابق سوئیس در تهران معتقد است که خطر ارتباط اقتصادی با ایران برای شرکت‌های سوئیسی بزرگتر از آن است که به رغم خواست آمریکا با ایران همکاری کنند. وی معتقد است تحولات جاری برای اقتصاد صادرات محور سوئیس تأسف برانگیز و برای اقتصاد ایران تکان دهنده خواهد بود. در داخل نیز نظر و تفسیر بهتری از ناظران خارجی نسبت به سفر روحانی ارائه نمی شود. روزنامه حکومتی سیاست روز در شماره امروز خود می نویسد اگر آقای روحانی برای بقای برجام به سفر اروپایی به دو کشور سوئیس و اتریش رفته است، چنین سفری هم نمی تواند پیکر مرده برجام را زنده کند. اکنون بازیگران اصلی در برجام انگلیس، فرانسه و آلمان هستند، نه سوئیس و اتریش. هر آنچه که در اتحادیه اروپا به تایید برسد بر اساس آن تصمیمی است که این سه کشور با در نظر گرفتن منافع ملی خود که با منافع آمریکا و رژیم اسرائیل گره خورده و مشترک است اجرا خواهد شد. چنین سفرهایی وقت و هزینه تلف کردن است و فرصت را از ایران برای پرداختن به امور داخلی می‌گیرد. بله، اما ببینید که روحانی چطور تلاش می‌کنه برجام مرده رو برای گروهی از مزدوران و ریزخاران رژیم که تحت عنوان ایرانیان مقیم سوئیس دور هم جمع کرده بود به عنوان پیروزی خودش جا بزنه. در یک مذاکرات نفسگیر طولانی با قدرت‌های بزرگ دنیا نشستیم و ثابت کردیم به این که ما اهل منطق هستیم، اهل گفتگو هستیم و شما دیدید علی‌رغم همه فشارها و سختی‌ها و پیچ و خم‌هایی که این مذاکرات داشت ما تونستیم به یک توافقی دست پیدا کنیم. این توافق هم به نفع ایران بود هم به نفع دنیا بود. روحانی اما چند جمله بعد ناچار میشه به شکست برجام و تحریم‌هایی که در راه است اعتراف بکنه و در قبال اون سوز و گداز کنه. یکی از مقامات آمریکایی چند پیش گفته بود که ما سخت‌ترین تحریم رو نسبت به ایران می‌خوایم اعمال کنیم. یا حتی یکی از اونها گفته بود ما می‌خوایم نذاریم اصلاً ایران نفت صادر کنه. البته حالا قاعدتاً اون معنی این حرف رو خیلی نمی‌تونه تحلیل بکنه، این حرف می‌زنه. نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه نفت منطقه صادر بشه؟ معنیش اگه بفهمه معنیش روشنه چی میگه. قاعدتا نمیفهمه این حرفی که میزنه، میگه من نمیذارم ایران یک قطره نفت صادر کنه. خلو خلو. اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید چی هست. روحانی با این تهدید تروریستی در واقع همسرشتی خودش رو با پاسدار سلامی و سایر پاسداران تروریست که قبلاً تهدید کرده بود اگر جلوی صادرات نفت گرفته بشه کشتی‌های نفتیش رو مثل زمان جنگ با موشک میزنن آشکار کرد. اما شرایط بین‌المللی الان چنان تغییر کرده که رژیم جرأت نمیکنه که دست از پا خطا کنه و حرف روحانی رو هم بیشتر بایستی لاف در غریبی، اون هم در جمع محدود عوامل رژیم تلقی کرد، وگرنه او در کنفرانس مطبوعاتی خودش در سوئیس به گزارش رسانه‌های خبری
در پاسخ به سوالی مبنی بر تهدید آمریکا برای قطع صادرات نفت و اینکه آیا ممکن است ایران تنگه هرمز رو ببنده، خوب حواسش جمع بود که طوری حرف نزنه که گزک به دست تعریف بده. او گفت حرفی که برخی از مقامات آمریکایی گفتند که می‌خواهیم صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم، گزافه‌گویی است که هیچ وقت قادر نخواهند بود آن را عملی کنند. کما اینکه ببینید لحن او در دفاع از اینکه رژیم به تروریست‌های حزب الشیطان و امثال اونها پول میده و اونها رو تغذیه میکنه چطور هست. الان آمریکایی‌ها که ادعا میکنم میگن ایران هر چه پول به دست میاره این پول میبره، مثلا حالا به تعبیر اونا به تروریستا میده، به گروه ها میده تو خارج از کشور. خب الان ما این لیست رو بانک مرکزی ما این دو روز اخیر همه پولی که ما دادیم 11 12 میلیارد دلاری که در این چند ماه ما پرداخت کردیم اومده اعلام کرده. تو این لیست شما نگاه کنید چیه؟ این پولی که ما دادیم وارد کردن چی وارد کردن؟ کل این پول ما معلومه، ما درآمد ما چی هست و چجوری داریم هزینه میکنیم. اما این حرفا رو روحانی در حالی میزد که تشت اقدام تروریستی اخیر رژیم در ویلپند با فرماندهی و طراحی یکی از دیپلمات تروریستاش در اتریش از بام دنیا به زیر افتاده و یک بار دیگر صحت گفته مقاومت ایران رو آشکار میکنه که همه سفارتخانه‌های رژیم در کشورهای مختلف لانه جاسوسی و تروریسم هستند و بایستی بسته بشن. و در موفقیت سفر روحانی همین بس که در همون حال که در اتریش حضور داشت، اتریش مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات تروریست رژیم رو لغو کرد و قرار او رو به درخواست بلژیک برای تحقیقات قضایی تحویل این کشور بده.